یاری اولیه طبی درسی ششم موضوع صحبت بهوشی یعنی کاما سبب های از هوش رفتن انسان زیادند که معمول ترین آنها را به سمع شما می رسانیم. یکم ضرب و لت خوردن مغز سر، دویم بیماری های سیستم عصب، سیوم از معیار خیلی پست یا بلند شدن قند خون، چهارم بعضی بیماری های گرده و جگر یعنی زهرآلودگی داخلی بدن، پنجم زهرآلودگی از استعمال یا نفس کشی مواد زهرناک از جمله زیاد نوشیدن شراب یا استفاده مواد مخدر، ششم از آسیب جراحت سخت استخوان های بدن، درد طاقت فرسا، هفتم از خونروی زیاد یعنی خونروی از زخم معده، جراحت بیرونه یا داخلی هنگام حامله داری و غیره ها که سبب می شود انسان از هوش رود. هشتم این نرسیدن هوا یعنی اکسیژن، در نتیجه نرسیدن هوا بند شدن راه های نفس یا بیماری های عضو های نفس کشی، التهاب شش ها و غیره ها. نهم بعضی بیماری های دل و بی‌نظمی کار دل. دهم از یک بار بلند یا پست شدن فشار خون. یازدهم از معیار خیلی پست یا بلند شدن حرارت بدن در هوای سرد یا زیر آفتاب هنگام بیماری های سرایتی و غیره ها. در این حالت های نامبر کرده ما انسان می تواند که به بیهوشی برسد، یعنی به کام بیفتد. در اکثر موارد ها بعد گذرانیدن اصول های مخصوص طبابت احتمال برقراری هوش آدمان از هوش رفته و سال های زیاد زیستن آنها موجود است. معین کردن سبب مدهوشی و معالجه آن کار طبیبان است و خیلی زحمت طلب نیز هست، ولی هنگام سری وقت نرسانیدن عادی ترین یاری اول نفران بیهوش شده از نرسیدن هوا به جسمشان زود می فوتند یا حالتشان تا حد وزنین تر می شود که احتمال برقرار شوی هوش از بین می رود. در صحبت های گذشته گفته بودیم که حجیره های مغز سر یعنی نیرون ها خیلی نازکند و نرسیدن هوا تا 5-6 دقیقه کفایه است که نیرون ها به بازگشت بمیرند. سبب نرسیدن هوا به شوش انسان های بیهوش این بند شدن راه نفس آنها با بیخ زبانشان یا برای نفس رفتن خون و مواد قید کرده اشان می باشد. بنابراین یاری اول نیز باید به پیشگیری و رفع آن برقرار داشتنی کشادگی راه های نفس روانه شود. اکنون به واسطه طرز صحیح رسانیدن کمک اولیه طبی را هنگام بیهوشی بیان میکنیم که هر یکی ما در رفت حیات به این حادثه دچار شدن ممکن است. یکم یاری اولی طبی هنگام بیهوشی این
فرق کردن بهشی از مرگ کلینیکی. یعنی هنگام مرگ کلینیکی دل انسان کار نمی کند، نبض کاروتید در گلو لمس نمی شود و انسان نفس هم نمی کشد. ولی هنگام بهشی نبض یا زدن دل در گلو حس کرده می شود. طریق سنجش نبض کاروتید را در درس های گذشته بیان کرده بودیم. وقت زدن دل در گلو حس کرده می شود و نفسگیری خیلی پست یا برعکس با خراس شنیده می شود، این در این حالت انسان یعنی از هوش رفته است. نفسگیری انسان را از روی پست و بالا شدن شکم و قفس سینه یا بیرون شدن هوا از دهان یا بینی بها می دهند. هنگام خیلی پست بودن نفس با داشتن آینچه کیسگی که بوغ هوا را نشان می دهد یا تار پخته یا رشته به بینی که حرکت هوا را نشان می دهد می سنجند. یادرس می کنیم که هنگام دیدن حالت مرگ کلینیکی یعنی علامت های فرق آن را از مرگ بیولوژی در درس های گذشته بیان کردیم. لطفاً آن را تکرار گوش اندازید. باید عاجلاً چاره های احیاگری دیده شوند. یک ضرب مشت به مرکز قفس سینه یعنی پریکاردیال نیودر. به محض دل پخش کردن قفس سینه به چقوری 5-6 سانتی متر 80 مرتبه در یک دقیقه و نفس سینه دو بار هوا پف کردن بعدی هر 3 محض دل. دویم، اگر نبض پلموسیده شود و جابر دیده با عذاب هم باشد نفس بکشد ولی بیهوش و بی حرکت باشد، این حالت بیهوشی است یعنی کوما است. در چنین حالت یاری اول فقط جابر دیده را عاجلا روی به زمین خوابانیدن است. برای این عمل یک دست را زیر گردن شخص بیهوش گذرانیده با دست دیگر از میان بند یا لباسش داشته جسمش را چپه می کنند. سیوم، فقط بعد روی به زمین یعنی پرو خوابانیدن جبر دیده به انگشتانتون روی مولچه یا پاره لباس را پیچانیده به دهانش می خلید و از خون یا قید کرده یا تازه می کنید دهانش را. رسیدن انگشت تا بیخ زبان و گلو گاه و حرکت قید کنی را به وجود می آورند و انسان ها به هوش می آیند. هنگام روی به زمین خوابانیدن زبان اندک به پیش آویزان می شود، خون یا قید در دهان بوده نیز برای نفس نرفته به بیرون خارج می شود که این خوب است و راه نفس خوب کشوده شده نفسگیری آسان می شود. اگر دندان های نفری بیهوش زیج باشند یعنی جوغش را سخت نگاه دارد، اجباراً کشادن دهان ضرورت ندارد و خوف گزیدن انگشتان شما نیز هست. در این حالت فقط پرو یعنی روی بر زمین خوابانیدن کفایه است. هنگام چپه کردن جسم بیهوش گردن او را باید دست داشتن یعنی حمایه مهره های گردن شرط است، زیرا اگر مبادا یکی از مهره ها شکسته یا اندک بیجا شده باشد، هنگام حرکت ناجای گردن هرام مغز بین استخوان ها پخش می شود و احتمال مرگ یا در آینده فلج شدن دست پای های جبر دیده می افزاید. هنگام احتمال شکستن ستون مهره را تخمین کردن، حتی جبر دیدگانی در هوش بوده را نیز باید پرو یعنی به شکم خوابانیده تا بیمارستان انتقال داده شوند. شاید در کتاب های خیلی جدی طبیبی یعنی کتاب های جدید طبی قبلا نشر شده
شما توصیه های دیگر را نیز خونده باشد. یعنی جاغ پایانی کسی بهش را بیشتر کشیدن، سرش را یک جانب گردانیدن، جسمش را یک پهلو خوابانیدن، پشنوکی یعنی روی به آسمان خوابانیدن و غیره ها. نادرست و خوفناک بودن کل این اصول ها را علم و تجربه طبیبان جهان ثابت نموده است. بندن از اینجا دستاورد های نوترینی یعنی نظری 5-6 سال اخیر پیشرفته ترین کشورهای جهان را چون متخصص همین رشته طب آورده ام. در حالت بوی به زبین خوابانیدن جبر دیدن از تا آمدن یاری تعجیلی نفس کشی و نبزی رکهای کردن و نبزی رکهای گردن شخصی بهوش باید زیر نظارت باشند. زیرا هر لحظه احتمال از کار ماندن دل و فرا رسیدن مرگ کلینیکی موجود است. اگر نفری بیهوش از نفس کشی باز ایستد و نبضش نیز فرماسیده نشود، برگشته او را پشتناکی یعنی روی به آسمان خوابانیده چاره های احیاگری را یعنی اساسیش محض دل باید عاجلا آغاز میکنند. به جای آخر سخن گفتنی هستیم، یعنی استثناء در رسانیدن کمک اولیه به آدمان ظاهراً صحتی که یک بار از هوش رفته از پای می افتند وجود ندارد. این حالت را با زبان روسی اب مورک می گویند. سببی آن یک بار پس شدن فشار خون و طی چند ثانیه به خون ماندن مغز سر است. در نقلیات هنگام زیاد بودن مسافران یا در خانه هوایش گرم یک بار رنگ انسان پریده از پای افتادن خاص خانم ها را شاید باری هم مشاهده نموده اید. عادتا قبل از هوش رفتن در چنین آدمان دل به حضوری، سر چرخ زنی، سیاهی به چشمان، سستی مشک ها، عرق کنی بر این علامت ها پیدا می شود و بعدا به خود می شوند که این حالت را آب مرگ می گویند. در چنین حالت کس را به زمین پشتناکی خوابانیده دو پایی از هوش رفته را بالا برداشتن کفایه است که زود به خود آید. کشادن تگمه های لباس تنگ و حرکت قفس سینه را محدود کننده، تریزه را کشاده هوای تازه دادن یا اگر دسترس باشد به پخته نوشادیر چکانیده به بینیش نزدیک کردن و رویش آب زدن نیز هوش را زود برقرار میکند. به جای نوشادیر عطر یا خوشبویی در کیسه داشته اتون را نیز کشاده به بینی نزدیک کند، این مفید است. بالا برداشتن پای ها و به زمین خوابانیدن جبر دیده باعث برقرار شدن حرکت خون در مغز سر و برقراری هوش می شوند. چنین نفران خاص هنگام تکراراً مشاهده شدن بیهوشی کوتاه مدت بعداً باید از معاینه کامل طبی بگذرند تا سبب آب مرک معین کرده شود. زیرا در اکثر موارد آن بیانگری وجود بیماری های جدی در تن چنین انسان ها بوده می تواند. پایان درس ششم. متن گفتارها آورده شد از برادر طبیب شما مرزای حاجی محمد. این چنین متن گفتار ما را می توانید از گروه فیسبوکی توصیه های طبیب مرزای حاجی محمد بازیافت نمایید. با امید سالمی شما.